اجازه بدهید من خوش آمدگوی این میهمان عزیز باشم، آقای دکتر آرمین نوری از سازمان پارس که امروز در برنامه بنده حضور پیدا کردن. خیلی خوش آمدین آقای دکتر. خیلی سپاسگزارم از محبتی که فرمودین و بنده رو دعوت کردین در برنامه خودتون که راجع به مسائلی که مربوط به ملت ایران، یعنی مربوط به هر فرد ایرانی هست، راجع بهش و نقطه نظرهای سازمان و اون جنبش ما رو خدمتون توضیح بدم. بله، خواهش میکنم که اجازه بدین من یک توضیحی خدمت دوستان عزیزم بدم که آقای دکتر آرمین نوری پزشک هستن، یکی از پزشکان نیمه جوان، دیگه نمیتونم بگم جوان، نیمه جوان ما هستن در فرانسه، در پاریس، و یکی از فعالان عرض کنم که ایرانی هستند در خارج از کشور، چهرهشون در اروپا بیشتر شناخته شده و مشهور هست تا در آمریکا، ما کمتر از وجود ایشون بهره مند بودیم در اینجا، و ایشون دارای سازمانی هستند همونطوری که گفتم، سازمان پارس. بنده از حضورتون خواهش میکنم که برای تماشاگران عزیز ما توضیح بدهید که هدفهای این سازمان شما چی هست. البته توضیح کوچیکی من خدمت هموطنان عزیزم بدم که این سازمان به چه دلیل و چرا تشکیل شد و چرا تبدیل به یک جنبش شد. در شرایطی که ما همراه بقیه هموطنان و اپوزیسیون که فعالیت سیاسی خودمونو از قبل از انقلاب شروع کردیم و همچنان ادامه داشت با دوستان اپوزیسیون قبل از انقلاب شروع شد. اپوزیسیونه، یعنی ضد انقلاب. آها. قبل از انقلاب که ما با دوستان عزیزمون همکاری میکردیم و تا رسیدیم به بعد از انقلاب که تولدی نو پیدا کرد، اپوزیسیون، که این اپوزیسیون به صورتی که تشکیل شد و فعالیتشو شروع کرد از فرزندانی بودن که تجربه اپوزیسیون سازی و حرکت در مقابل یک به اصطلاح طاعون نداشتن. اینه که بعد از سالها تجربه به این نتیجه رسیدیم که تاکتیکایی که تا کنون و عملکردهایی که بوده خب نتونسته کارگر بشه برای سرنگونی و نجات ایران، و متاسفانه در شرایطی ایجاد شد که همچنان مبارزه ادامه داشت، در شرایطی ایجاد شد که ما برون دیدیم که حرکت و جنبش اپوزیسیون داره به قول معروف از بین میره، و اون زمانی بود که انتخابات به اصطلاح آقای خاتمی شروع شد و مسائل دیدیم که اپوزیسیون در خطر سرنگونی قرار گرفت، نه اینکه رژیم و حاکمیت در مورد خطر و سرنگونی باشه، اپوزیسیون در حال بین رفتن از بین رفتن شد. اینه که ما تصمیم گرفتیم با دوستان معتقد و میهن‌پرستان مسائل طور دیگه نگاه کنیم و جنبه‌های تاکتیکی رو به طریق دیگه که تجربه کردیم و شکست خوردیم عمل نکنیم تا بتونیم مسائل رو به نحو احسن برای یک آینده که همراه با دموکراسی و مردم سالاری و رفاه اجتماعی که حتما باید باشه برای ایران ما تدارک. اینه که ما در حدود 3.5 سال پیش سازمان پارس تشکیل شد و شورای براندازی از دل این سازمان پارس اومد بیرون و باورهاش هم تمام باورهایی هستش که مشترک بین تمام میهن‌پرستان و عاشقان ایران. بله، از جمله باورهایی که ما داریم جدایی دین از حکومت و همچنین دولت منتخب پارلمانی قدرت سیاسی مملکت دار، آزادی تمام احزاب سیاسی و به هر صورت آزادی اقتصاد با نظارت دولت، و همچنین جامعه ایرانی، یعنی به وجود آورنده یک جامعه ایرانی، یعنی اون ناسیونالیسم، اون فرهنگ، اون عشق و میهن باید به اون غرور و افتخارش برسه، هیچ جایی ما نداره.
در این رابطه ما اومدیم نهضت براندازی که همون شورای براندازی است در کنارش به وجود اومد که ما تقاضا کرد میهن‌پرستانی که چه خواه مشروطه خواه باشن خواه جمهوری خواه در این سیستم در این نهضت شروع به فعالیت کنند. اینه که تقاضا کردیم از دوستانی که به هر صورت معتقد در این راه بودن چون ما براندازی رو به عنوان یک هدف نمیدونیم برای شورای براندازی. براندازی زمینه ساز دموکراسی آینده ایرانه و کسانی که میگن که رفراندوم در این رژیم باید به وجود بیاد همچین چیزی امکان پذیر نیست و عقلانی نیست، چون نه از نظر شرایط داخلی رژیم نه از نظر شرایط بین المللی این مسئله امکان پذیر و قابل انجام. از این نظر ما گفتیم که تنها راه ایجاد دموکراسی و مردم سالاری و به وجود آوردن یک حرکت سازندگی در ایران بعد از مرحله براندازی بگذاریم، یعنی تمام اپوزیسیون که مشترک بشن در این بود که سرنگونی وسیله‌ای هست برای رسیدن به دموکراسی و بعدش ما میتونیم رفراندوم کنیم در یک جامعه باز سیاسی که تمام احزاب سیاسی میتونن فعالیت خودشون رو انجام بدن و مسائل ایران حل شه. البته گروه‌های تا به حال از اپوزیسیون، یعنی گروه‌های دیگری از اپوزیسیون به شما پیوستن با شما؟ البته ما امتحان این مسئله رو به اصطلاح کردیم. در 3 سال پیش ما تمام گروه‌های سیاسی رو در پاریس به هر صورت تقاضا کردیم، بله، عاجزانه که در کنار هم بشینن و مسائلی رو با هم به امضا برسونن، بله، که خوشبختانه مدت 3-4 ماه این مسئله ادامه داشت که با همت به اصطلاح فرزندان واقعی و وطن دوست که میگم خدمتتون، یعنی کسانی که قلبشون برای ایران میتپه، عشق میورزن به اون مملکت و عاشق ایران هستن، اومدن این کار انجام شد. متاسفانه در مرحله اول ما پیروز شدیم برای اینکه نگذاریم دولت فرانسه اجازه بده آقای خاتمی بیاد در فرانسه، یعنی کاملا پیروز شدیم چون تمام گروه‌های سیاسی خواه چپ خواه راست جبهه ملی و دوستان پانیرایس همشون بودن و امضا کردن و مسئله به خوبی حل شد. منتهی مرتب در قدم بعدی به دلیل به هر صورت مسائلی که آشکار هست و ما نمیتونیم بیان کنیم و صحیح نیست بیان بشه، دوستان عزیزی از این سیستم جدا شدن. خب وقتی جدا شدن ما مسئله سازمان پارس و شورای براندازی رو به وجود آوردیم و در این شرایط از همون دوستان که گروه های مختلف سیاسی با خواستهای مختلف بود ولی تمام آنها معتقد به ایران بزرگ، معتقد به دموکراسی، معتقد به رفاه اجتماعی و استقلال و حاکمیت مردم، کنار هم نشستیم و فعالیتمون داریم میکنیم.